سلام مجدد دوستان عزیز، با امید سلامتی همشون بازم خوش آمدید به سریز از ویدیو های کورس وب پروژکت و مدیول چیکاری. در ویدیو قبلی ما شما بحث کردیم که چطور از متد لود استفاده میکنیم و کال بک فانکشنش هم بحث کردیم و که دارای سه پارامتر هستند. پارامترهایشان هم ما شما شناختیم که چیکار میکنن. دو متد دیگری که در سرکار با HTTP XML HTTP request دارن و HTTP request که ما شما قبلا هم از او استفاده کرده این متد های get و post هستن. چطور میتونیم از این متد ها چیکنیم استفاده بکنیم؟ متد های get یکی هم get است و دیگرش هم چی هستن؟ post هستن. پست به قسم شما معمولا میفهمین که این متد ها معمولا به خاطر سند و ریسیو کردن معلومات توسط HTTP به سرور استفاده میشن. متد گیت معمولا به خاطر ریتریو کردن یا به دست آوردن معلومات چی میشد استفاده میشد و متد پست به خاطر روان کردن معلومات چی میشد استفاده میشد. یک چیز دیگه که گیت میشد بعضی از معلومات کش شدگی یا ذخیره شدگی در براوزرتون هم توسط ازی میتونین که شما ریتریو بکنین و توسط پست هم میتونین معلومات ریتریو بکنین یا ریسیو بکنین، ولی معلومات کش شدگی رو پست به هیچ صورت نمیتونه چیکونه و نمیکنه ریتریو نمیکنه، یعنی ریتریو نمیتونه، ولی معمولا زیادتر پست به خاطر روان کردن معلومات از طریق HTTP به سرور میشد و گیت به خاطر ریتریو کردن یا به دست آوردن معلومات. زمانی که معلومات از سرور میگیرین در این صورت شما میتونین از گیت استفاده کنین و زمانی که توسط فارم معلومات روان میکنین خوب است که از پست استفاده بکنین. و خوبی دیگه شی هستن که شما چون اگر از پست استفاده کنین پست که از معلومات به URL پاس نمیکند، پارامترها رو به URL پاس نمیکند و بوکمارک نمیشد، به خاطر امزی امو سکیوریتی هول از بین میبرد. معمولا معلومات محرمتر از چه میکند روان میکند نسبت به گیت. پس بیاین ببینیم ما شما چطور میتونیم از متد گیت و متد پست توسط جیکیوری استفاده بکنیم. خب متد گیت هم مانند متد های دیگر جیکیوری دارای پارامتر های مختلف هستند که شما میتونین دو پارامتر حداقل برشان ذکر کنین، یکی پارامتر کال بک است و دیگر پارامتر یو آر ال هستند. در اینجا هم یو آر ال ضرورت است که شما باید یو آر ال برشان چی کنین ذکر بکنین. خب چطور میتونین معلومات گیت کنین؟ شما میگین زمانی که بالای از این بتن کلیک شود در اینجا با ساین تک توری هستن که علامه دلار ساین میزنیم، بعد از او دات، بعد از او از متد گیت استفاده میکنیم. به قسم این حالی گیت شود. خب چه قسم گیت میکنین ببینین؟ در اینجا شما یه آریل فایل برشم میتونیم میگین که فایل دات پی ایچ پی گیت شود. وقتی که فایل دات پی ایچ پی گیت شد بعد از او شما میتونین که از کال بک فانکشنش هم استفاده کنین. کال بک فانکشن هم برسه کار میکنین. خب زمانی کال بک فانکشن چی کار میکنه؟ در اینجا شما میتونین که برای دو پارامتر بتین، یک پارامترش دیتا هستن و پارامتر دیگه شون مستاتس است که حالت از گیت کردن معلومات یا ریسیو کردن معلومات از سرور بر ما نشان میده که موفقانه اجرا شده و یا نشده هستن. شما میتونین در اینجا برشون ذکر بکنین. خب فرض کنیم برام بگیم که وقتی گیت میکنی اینا رو در الرت مسیج برام نشان بده، درست است؟ در الرت مسیج فرض کنیم یک تایتل برش میدیم که دیتا که میاد کدام دیتا باشد. خب او دیتایی که گیت میشد اونو در این پارامتر پاس میشد، درست است؟ هر معلوماتی که از طریق این یو آر ال یا از طریق از فایل شما چی میکنین میگیرین، درست است؟ این معلومات در اینجا میاد. خب شما در اینجا منال از دیتا استفاده میکنین یکی و دیگه یکی استاتیس شم. اگر شما میخواین که برتان نشان داده شد میشه یک نیو لاین ما شما جور کنیم، در نیو لاین میشه در این استاتیس ما چی کنیم پرینت بکنیم، باز میگیم که استاتیس، درست است؟ استاتیس شم برای ما اینجا نشان داده شد. ببین از فایل دات پی ایچ پی، در فایل دات پی ایچ پی ما فعلا اینی معلومات داریم، میشه که این معلومات رو کنیم در اینجا اف تگ پی ایچ پی رو کلوز و اوپن و کلوز کنیم و در اینجا ایکو باش میگیم که this is external file loaded from server، یا میشد که اینا رو loaded نگیم get،
got from server says اینی معلومات هستن که اینی معلومات رو میخواییم که لود بکنیم. درست هست اینی دیتا هست و این میاد در اینجا لود میشد و status شد در alert برموی دیتا نشان داده میشه که success هست و یا نیست. بیاین ما سفر رفرش میکنیم، زمان سفر رفرش میکنیم، بیاین کلیک کنیم ببینیم در alert message برای ما آمد در دیتا هست. This is external data from server. status شد چی هستن؟ success هست. باش که سم معلوم نمیشد، میشد اینجا ما یک کالن هم برش بتیم و سپیس هم برش بتیم که ستاتیس برای ما خوبتر معلوم کرد. ببینین دیتا، اینی دیتا هستن که لود شده هستن و اینی هم ستاتیس هست که سکسیس شده هستن. درست هست؟ ستاتیس هست که سکسیس. شما میتونین از پارامتر سیومی XHR هم استفاده کنین که شما از میتود های XML HTTP request هم اینجا هم میتونن که کار بگیرین و status code ها و دیگر statistics ها را چکنین شما retrieve بکنین. شما میتونین که از او هم استفاده کنین و به یک قسم شما میتونین که از get استفاده کنین. بدون که صفحتون refresh شود شما معلومات از سرور چی میکنین؟ get میکنین. به یک قسم شما میتونین که معلومات چی کنین؟ get بکنین و این معلومات هم شما مشخص میتونین که در کجا باید get شود. درست است، معلومات شما در یک جای مشخص میتونین که گیت کنین، از میشد از فانکشن تکست، از اینر HTML، از فانکشن HTML استفاده کنین بدون اینکه در alert message نشان داده شود. شما اونا رو در قسمتی از صفحهتون چی کنین نشان بدین، مثل که ما پیشتر دیبا چی کردیم در اونجا برشان گفتیم. شما به قسم میتونین فرض کنین یک مثال شما به قسم اینچه براتون کار میکنم. ما اینجا داریم که ID load content به قسم فایلی که داره ID load content است، در اینجا شما میتونید که .html چیکنین دیتا را پرینت بکنین. درست است، به قسم دیتا را اینجا برشون چیکنین load بکنین. دیتا در اینجا load شد، فعلا در امو فایل شد load شد و همچنان شما میتونید که status شو هم load بکنین در اینجا. درست است و شما میتونید در داخل زی و یا هم یک فرشن دیگه نشته کنین دیتا رو هم شما اونجا مسیجش هم چی میکنین لود میتونین. به قسم شما لود میتونین توسط گیت، از سرور گیت میکنیم. خب چطور که میتونیم معلومات رو باید پوست بکنیم؟ پوست کردن معلومات، میتود پوست چطور میتونیم استفاده کنیم؟ میتود پوست هم دارای امی سه پارامتر هست که شما دیتا و URL و همچنان کالبک فرشن شما میتونید که انسا استفاده بکنین. چطور میتونین دیتا رو روان کنین، پست کنین؟ شما میتونین که معلومات روان بکنین و اونا رو در فایل سرورتون گیت کنین و اونجا از رو چی کنین استفاده بکنین. فرض کنین میگیم باز هم در فایل زمانی که بالای بتن کلیک میشد در اینجا این دفعه از عوض گیت چی کنین؟ پست کنین. درست است؟ خب چه قسم پست میکنین در اینمی فایل؟ فایل که اینجا پست میکنین شما اینجا میتونین دیتا را، چون پارامتر سیومی را هم شما اینجا میتونین هم روش ذکر کنین که دیتا را چی کنن؟ گیت کنن. درست است؟ و اینجا بعد شما در دیتا را میتونین که شما اینجا به این فرمت چی کنین؟ روان بکنین. شما اینجا پراپرتی را برشون معرفی میکنین، فرض کنین میگیم برش که نیم و کالن برش بتین، نام خود پراپرتی رو در کالن در کوتیشن نمیگیرین و بعد از نیم برش میتین میگین کالن برش میگین، باز میگین فرض کنین احمد، به قسم کامل میتین. اگر پراپرتی دیگر هم برش شرط میکنین فرض کنین میگیم که سی تی و در اینجا هم باز برش میگیم که کابل. اینی معلومات است که ما روان میکنیم. درست است، این معلومات ما چی میکنیم؟ روان میکنیم. این معلومات روان میکنیم و این فانکشن هم داریم، فانکشن که پس معلومات برای ما باید نشان بدهد. در این کال بک فانکشن دیتا و استاتیسش هستن. در این استاتیس هم ما میتونیم که باز هم از یک الرت مسیج استفاده بکنیم. الرت مسیج هم باز میگیم که این دیتا، بعد از دیتا هم ما میتونیم که دیتا رو اینجا برشون به نمایش بگذاریم، بگیم که دیتا رو پرینت کو بریم و بعدش هم میشد که یک لاین نیو لاین بگیریم در اینجا پس بگیریم که status it هم به یک قسم status هم برای ما print کن و status که هر چیز بود. درست است، به یک قسم. خب اینال این دیتا را چه قسم روان میکنیم؟ ببینیم که دیتا را ما چطور میتونیم که روان کنیم. در فایل PHP در اینجا
ما این معلومات چطور پرینت میکنیم. ما یک واریبل جور میکنیم به نام نیم، فرض کنیم برش میگیم که چون هم متد پست استفاده میکنیم، یعنی سوپر گلوبال واریبل پست رو میتونیم که استفاده بکنیم. سوپر گلوبال واریبل پست و کدوم نامی که برای پارامتر نزده بودیم در نیمیت استفاده میکنیم. و دیگهش هم به نام سیتی یک واریبل جور میکنیم، در ایره هم میشد که از پست استفاده کنیم و سیتی را هم دینجا برش بگیم. دوست است این حالا میشد که ایکو کنیم و میگیم برش که دیر، این حالا اینجا کنکاتونیت کنیم برش که نامش را میگیم در متحول نیم که هستن و you are from، باز هم اینجا برش را میگیم سیتی شم، این ازی سیتی هستی. دوست است میخسیم این معلومات برای ما ارتون میکنیم. ببینید این پست ما معلومات در اینجا باید ما چکنیم ریتریف بکنیم، درست است؟ طریق پست و طریق خود متد پست ما اینجا معلومات روان کردیم در فایل .php، نیم و احمد روان کردیم و اینا رو پس ما چطور در الارت مسیج لود میکنیم. این دیتا رو در اینجا ما میتونیم که بگیریم. خب ببینیم که چه قسم کار میکند. ببین alert message data dear احمد you are from کابل، status شم success هستن. درست status چی هست؟ success هست. خب ببین اگر دی status چیزی مشکلات فرض کنیم با وجود بیاد، فرض کنیم در اینجا میگیم که نیم یک، درست هست؟ از رفرش میکنیم. خب ببین dear you are from کابل، ای یک پارامتر نشناخت به خاطر از اینکه اون پارامتر در اونجا نیستن. نیم چیزی پارامتری که ما در اینجا برش مشخص کرده ایم، وقتی که ما این دیتا رو توسط پست روان میکنیم اینجا نیم هستن، درست است؟ و این نیم ما درست است اینجا گرفتیم ولی نام واریبل تغییر دادیم، درست است؟ به قسم چون او رو باز نمیشناسد. اگر شما اینجا نام پارامتر هم به قسم تغییر بتین، پارامتری که شما معلومات درش روان کردین، ببینین باز هم اونها رو نمیشناسد، درست است؟ و اگر یک انترنال ایرر مسیج باشد به قسم شما فتل ایرر رو بهش ایجاد بکنین، در این صورت هم شما ببینین که باز کار نمیکند، درست است؟ کار نمیکند. وقتی که شما در انکسپکت المنت میرین، در کنسول میرین، در اینجا میگه سعی کنین فیل تو لود ریسورس، د سرور ریسپاندد ود د استاتس اف 500 انترنال سرور ایرر. 500 یک استاتس کد هستن که انترنال سرور ایرر رو نشون میده، ایرری که در داخل سرور، در موفایلی که در سرور پروسس میشه، در اونجا که این معلومات پروسس میشه ایرری که وجود باشه، وجود داشته باشد، بازور به شما در اینجا پرینت میکنه. اینو اینترنال سرور ایرر میگه دقیق قسم. وقتی که شما به ایرر مواجه شدین، شما حتما فایلی که در سرور پروسس میشه، مانند پی اچ پی او یا ای اس پی را کار میکنه، هر چیزی که هستن، در اونجا باید برین این ایرر رو پیدا کنید. ببینید چون فتل ایرر بود، سمی کانال ما شما چی کرده بودیم؟ ریموف کرده بودیم. پس اگر جور کنین، شما ریفرش کنین، معلومات به شما میاد. میخسم. اگر شما در script.js اینجا فایل یک فرض کنید نامیتون ایره نام ببانین، در اینجا ببینید باز ریفرش کنین، باز هم مشکل براتون ایجاد میشه، درست است؟ و ما او کدهای status فقط با success پرینت کردیم و دیگه ایرور کدها رو ما اینجا در status در کد خود دیفاین نکردیم، مگر اینو میشد کنیم ما پرینت بکنیم. اینی دو میتود هستن که شما میتونین از get و post بدون از اینکه صفحه شما ریفرش شود شما استفاده کنید. اینی سه میتود های آژاکس هستن که توسط جیکری ما میتونیم اینها رو بسیار با آسانی کار کنیم. یک میتود لود بود که معلومات چی میکرد؟ لود میکرد. توسط معلومات ما فقط ریسیو میکردیم از یک اکسترنال فایل و در اونجا شما باید متوجه باشین که CRS پالیسی براوزرتون همین فایل فارمت خود یارل یا مادرس باید به فرمت استاندارد باشد که بتون این فایل چی کنین لود بکنین که بلاک نکند برتون. و دیگه ای که هست ما از گیت استفاده کردیم، توسط گیت میتونین معلومات ریتریو بکنین، توسط میتود گیت و توسط میتود پست شما میتونین که معلومات چی کنین روان بکنین به سرور و در کنترلر معلومات پروسس شود، میشه در تیبل ذخیره کنین و یا کدام لاجیک پروگرامینگ دیگر سرش اپلای بکنین. و این سی میتود به خاطر میتود های هستن که جیکوری برای آجاکس برای ما چی کرده هستن؟ پروواید کرده هستن. و این بود مادیول آجاکس جیکوری. تشکر، زنده باشید.